سلام، یه سلام گرم و صمیمی به همه شما بیننده های خوب برنامه دمنوش. من سرور هستم، مجری برنامه. منم فرشاد هستم. با دمنوش دیگه امروز مهمون شما هستیم با یه موضوع داغ دیگه. خیلی هم داغ. بحث امروزمون در مورد یه خانم 38 ساله است که بعد از 20 سال تصمیم میگیره که طلاق بگیره. و این خانم تمام این سالها فکر میکرده که اگر داره تحمل میکنه، در واقع داره به فرزندش کمک میکنه با این تحمل کردنش. و متاسفانه اینا همش تو کشمکش و بحث و جدل بودن و حتی نمیتونستن با همدیگه صحبت بکنن. و بعد از طلاق هم این دردها باقی میمونه و اونها همه خاطرات تلخ گذشته رو با خودشون راه میبرن. اونا به جای اینکه با همدیگه صحبت بکنن، با همدیگه ببینن مشکلاتشون چیه، از همدیگه شکایت میکردن، همدیگه رو نکوهش میکردن و زندگیشون تبدیل به جنگ شده بود. اونا همچنان بعد از طلاق هم زندگیشون دچار کشمکش بود و با همدیگه مشکل داشتن. فکر میکنم اونا هیچ وقت زیبایی های همدیگر ندن، خوبی های همدیگر رو ندیدن. آره درسته. آدم همیشه باید اون سمت قضیه رو ببینه که با همدیگه خوبی های همدیگر رو ببینن، خوبی های همدیگر رو فراموش نکنن. بالاخره زندگی تیکه هایی داره، یه جایش هست که میتونه خوب باشه. فرششون بریم ببینیم اینا رو بزنیم. موافقم. سلام، هر چی دوست داری. سلام سلام جان، ببینم تو آشپزخونه و چی کار داری میکنی. هر بار خونت مهمون میایم هیچی نمیاری، مجبوری خودمون درست کنیم یه چیزی. مجبوری خودمون از خودمون یخچالی تازه هیچی نمیارم. اینه از خود زحمت چای رو بکش. حتما، چرا که نه. صابخونه اید البته. آره خیلی ممنون دیگه، شما خیلی لذت دارید. آره دیگه ریشه بایچه دست. تا این چایی درست میشه ببینیم موضوع برنامه امروز چیه. آها آره، موضوع برنامه امروز خیلی جالبه. داشتیم در مورد طلاق صحبت میکردیم و من خیلی دوست دارم بدونم که از نظر شما چه دلایلی میتونه برای طلاق وجود داشته باشه، چه چیزایی باعث میشه که به اونجا میرسه که دیگه هیچ راهی به جز طلاق باقی نمیمونه. درسته. اول ازتون ممنونم که این موضوع بسیار حساس رو انتخاب کردید، چرا که فکر میکنم نه تنها در جامعه ما، خیلی از جوامع الان خیلی از مردم درگیر اتفاق طلاقن و متاسفانه آمار نشون میده که این روزها از هر 10 تا ازدواج 7 تا 8 تاش به طلاق منجر میشه. متاسفانه بله همینطوره. شاید جان فکرم نهتا هم بشه دیگه، آمارش خیلی رفته. متاسفانه و این خیلی دردآوره، ولی اگر علتهاش رو با هم بررسی بکنیم میبینیم که میتونیم همیشه رابطه‌های موفق داشته باشیم. در واقع یکی از علل‌های اصلی طلاق عدم شناخت زوجین از همدیگه است، چرا که فکر میکنن همدیگر رو شناختن، یه مدتی با هم در ارتباط بودن پس همدیگر رو شناختن، ولی در واقع عمیقا همدیگر رو درک نکردن. و وقتی که زندگیشون رو شروع میکنن چه اتفاقی میفته؟ چهره واقعی همدیگه ظاهر میشه دیگه، زیبایی ها به نوعی از یاد میره، در واقع اون چیزهایی که دل زوجین رو به یک زمانی به تپش در میآورده و شوق و اشتیاق فراوان ایجاد میکرده، اون لحظه همه کنار میره و چهره واقعی احساس میره دیگه. دقیقا مخواستم بگم اتفاقا مطمئنم بچه همون باید نرم عجب قلقل سنباید. در واقع حالا اشاره بکنیم اون قلقل عشق یه جوری کم میشه و در واقع عشق کم نمیشه. میدونین چه اتفاقی میفته توی مغز؟ اون اتفاقی که میفته که خب الان دیگه ما داریم با هم زندگی میکنیم و مطمئنیم که کنار همیم و واقعا داریم چهره همدیگر رو میبینیم، به کاستی ها و ضعف هامون بیشتر نگاه میکنیم. متاسفانه این اتفاق بعد از ازدواج میفته، زوجین به جای اینکه هنوز خودشون رو گرم اون عادت‌های قشنگ و عشق تازه نگه دارن، چه کار میکنن؟ بیشتر نگاه میکنن ضعف‌های همدیگر رو بشمرن، چرا که یک جورایی فکر میکنن خب دیگه الان زمان اینه که ما باید این کار رو بکنیم. درونن این تصمیم رو میگیرن و این اتفاق میفته. اسماعیل جان، کتاب مقدس در مورد طلاق چی میگه؟ آیا اونو جایز میدونی یا نه؟ در عهد جدید ما در فصل 5 متا میبینیم که یهودی‌ها در مورد با اینکه طلاق جایزه یا نه از عیسی سوال میکنن، ولی خب این انگیزه سوال هم اینه که عیسی رو به چالش بکشونن، ببینن که آیا
همونطور که موسی در عهد عتیق طلاقنامه رو مجاز میدونست که یک فردی اگه از یک زنی میخواد جدا بشه بهش یه طلاقنامه بده، آیا عیسی هم اون رو تایید میکنه یا نه؟ خیلی جالبه که عیسی میگه موسی به خاطر سختدلی شما این کار رو کرد. خیلی این بحث برانگیزه. میگه اگه موسی طلاقنامه رو مجاز میدونست، اینکه شما اگه خواستید از کسی جدا بشید باید یه طلاقنامه بهش بدین، میگه حکم من نبوده، حکم پدر نبوده، این به خاطر سختدلی شما بوده. این کار کرده به خاطر اون زنی که، اون دختری که باکره بوده و یک فرد یهودی خیلی به سادگی ازش جدا میشده و رهاش میکرده در جامعه و به اون زن کسی دیگه نزدیک نمیشده. ولی عیسی میگه ازدواج فقط به علت زنا میتونه فسخ بشه، چرا که طلاق یک امریه که خدا ازش خوشش نمیاد. حالا درسته ضعفای طرف مقابل رو میبینیم، ممکن هم هست که خیلی زیاد باشه، خیلی آزاردهنده باشه. حالا چه کار میتونیم بکنیم؟ چجور جلوش رو بگیریم؟ بذارید یه چیزی رو بگم. این داستان طلاق باید یکم بیایم عقبتر. چه کار کنیم که اصلا به طلاق نرسیم؟ این اولین قسمته، به قولی زندگیه و خیلی مهمه. اولین کاری که باید بکنیم اینه که خوب دقت کنیم چه کسی رو برای ازدواج میخواییم انتخاب کنیم. همونجور که گفتم واقعا درونن ببینیم که این آدم که روحش رو بشناسیم. به خاطر همین من اعتقاد دارم زندگی زناشویی، زندگی مشترک پارتنرشیپ یا بیزینس یا معامله نیست. در واقع شما ارتباط پیدا میکنی با روح طرف مقابل و ایشون هم با شما برقرار میکنه. سعی کنید آدمی رو انتخاب کنید که شما رو درک بکنه و شما اون رو درک کنید. بعضی ازدواج ها ما بهتر خیلی کشورهای دیگر هم نگاه کنیم، بعضی ازدواج ها ناخواسته و مجبوره. تو خیلی از کشورها مثلا یه دختر مثلا دارم میگم 9 ساله با یه مرد چند ساله ازدواج میکنه، یا برعکسش اتفاق میفته، حالا یا مسئله مالی وسط یا چیزهای دیگه. اگه این قضیه درست تفسیر نشه، درست بیان نشه، من خودم اینو چون خیلی از دوستان با من صحبت کردن، چون گفتم من قضیه امروزمون اینه، خیلی اینا مشتاق بودن این سوالا رو از من پرسیدن که من به شما بگم. گفتن که خیلی ها اشتباه میفهمن قضیه طلاق تو مسیحیت رو. خیلی دوست دارم اینو عنوان کنیم، کسی که ازدواجش ممکنه حتی درست نباشه، یا اصلا نه ازدواج درستی داشته، با شبان در ارتباط بوده، ازدواج زیر نظر کلیسا بوده، تو کلیسا ازدواج کرد، ولی اون ثمره‌ای که میخواستیم نداشته. خب برای همون من دارم از ابتدا داشتم شروع میکردم به این که تعریف کنم که اولا اگه طلاقی داره صورت میگیره باید ببینیم اولا ازدواجی بوده یا نه. ازدواج کتاب مقدسی، ازدواجی که در خداوند عهدش بسته شده اولا بوده که بعد ببینیم اصلا طلاق معنی میده یا نه. و این در کتاب مقدس و برای ایمان داراست. خیلی از عزیزان از مذاهب یا از فلسفه دیگه از من سوال میکنن، مشکلات خانوادگی دارن، در مورد با طلاق دارن صحبت دارن میکنن، اینکه جایزه یا نه. خب من شاید باشون کتاب مقدسی صحبت نکنم، نه که بهشون میگم طلاق بگیرین. در هر صورت من بخوام به افراد این که به عیسی ایمان ندارن هم جدا بشم، هیچ وقت مجوز طلاق نخواهم داد به عنوان یک خادم، به عنوان یک شبان. چرا؟ در هر صورت خدا از طلاق متنفر هست. ولی این بحثی که اول شما کردن یک بحث فرهنگی هست، بحث کتاب مقدسی نیست. الان ما داریم یه بحث کتاب مقدسی در مورد با ایماندارهایی که میان در کلیسا و زیر نظر یک کشیش عقد میکنن و در کلیسا مشارکت دارن، سهیم هستن. کتاب مقدس نقطه آخر اختلاف رو طلاق نمیدونه. میتونن زیر نظر اون کشیش، مشاور، شبان، مشایخ مشکلاتشون رو حل کنن. کلیساهایی هست که این افراد رو جدا میکنن با نظارت خودشون که این افراد مشکلاتشون رو حل بکنن. ما داریم در مورد با آدم‌های نرم صحبت می‌کنیم. مواردی هست ما البته داریم در مورد با ایماندار صحبت می‌کنیم، ولی مواردی هست که افراد مسیحی که داخل کلیسا میان، افراد امکان داره به زندان بیفتن، امکان داره جرم و جنایت چیز بکنن، رخ بدن، یا طرف معتاد بشه. با این حال هم باز تا جایی که امکان هست بعضی از کلیساها نقطه آخر رو طلاق نمی‌دونن.
بعضی ها هستن که حتی مثلا در کشورهای چون افغانستان و پاکستان، شما هم در برنامه قبلی گفتین، حتی تو آمریکا بعض شهرهاش که قبل از این که ازدواج کنن حتی طرف خدا نمیبینن، بله، هم دختر هم پسر حتی بله. نمیبینن بکی ازدواج کنن. پس چطور میتونن از اون شناختی داشته باشن؟ این دو نفر وقت ازدواج میکنن وارد یک زندگی میشن، خب طبعا اونم نمیشناسه اینم اون دارست. چیز که آرزو داره شاید اون مرد اینطوری نباشه، این مرد چیز آرزو داره اون دختر نباشه، بعد اینا میان تو مشکل میخورد. پیام شما خیلی مختصر و خیلی جالب باید باشه، چون من مطمئنم بیشتر فارسی زبانان بالخصوص در افغانستان شما را از مستطیل شیشه‌ای میبینن و باید جواب سوالشون رو بگیرن. خوشحال میشم که واقعا جان در ادامه سوالش، یه زمانی هم هستش که اون امکان ارتباطه هست ولی شخص اون شخصیت واقعیشو نشون نمیده. خب به خاطر همین دوست دارم که قبل از اینکه وارد سوال قیس بشم یه چیزهای فاکتورهایی رو بگم برای کسایی که میخوان ازدواج کنن و دوست ندارن به طلاق برسن. یکی این که همونجور که گفتم شناخت، حالا میرسیم به آدمایی که شناخت نداشتن، اول بذاریم راههای درستشو مشخص بکنیم. شناخت فراوون از هم دیگه، فرهنگ شبیه هم، حداقل متوجه باشیم کسی رو که انتخاب میکنیم متعلق به یه فرهنگی که ما رو درک میکنه. من نمیتونم بگم شبیه، چرا که ازدواجهایی صورت گرفته که مثلا شما اهل افغانستان هستید و همسری انتخاب میکنید که اهل سوئیسه یا برعکس. پس این در واقع اختلاف فرهنگ دیده میشه یا اون اختلاف کلچر هست، ولی در این حال پذیرش تفاوت‌های هم خیلی کمک میکنه که اختلاف کمتر دیده بشه و کمتر پیش بیاد. جدای اون در واقع ببینیم که اون فرد آیا علاقی که ما داریم اون هم دوست داره یا نه، نه که کاملا شبیه هم ولی حداقل احترام میذاره به علاقه ما. چرا که من کسایی رو دیدم، همسرانی که به هر حال مثلا خانم خانواده خیلی علاقه به نقاشی کشیدن داشت و یادم میاد خیلی علاقه به شعر و شاعری داشت و همیشه عاشق کتابای سهراب سپهری بود و همیشه برای من میخوند، خب منم که عاشق شعر، ولی وقتی که ازدواج کرده بود یادم میاد همسر یک آقای بازاری طلافروش شده بود و برای اون آقا اصلا شعر و نقاشی معنی نداشت. همیشه میگفت من وقتی در حال انجام اون کارم یا دارم شعر میخونم میاد به من میگه تو داری وقتتو تلف میکنی و تمام ذوق اشتیاق من کور میشه. پس باید توجه کنیم کسی رو انتخاب کنیم که حداقل به علاقمون احترام بذاره حتی اگر دوست نداره. پذیرش خیلی مهمه. ولی اگر ازدواج صورت گرفت و بعد از اون ما دچار مشکل شدیم، اون موقع سوال شما این بود که چه کار کنیم. به نظر من اولین و مهمترین گام اینه که تفاوت‌های همدیگر رو بپذیرید، به جای اینکه نقد کنید، به جای اینکه به عنوان ضعفش نگاه کنید، به عنوان یک شخصیت بپذیریدش. ازتون یک سوال دارم، شما یا شبیه مادرتون فکر میکنید یا شبیه پدرتون فکر میکنید یا خواهر یا برادرتون؟ تاثیرگذارم به هر حال. تاثیرگذارم، ولی شما مثل اونا فکر نمیکنید. ولی آیا شده که بگید که خب چون اونا مثل ما فکر نمیکنن پس من اونا رو ول میکنم میرم؟ این اتفاق نمیفته. همیشه جایگاهشون هست، پدر، مادر، خواهر یا دوستانتون. شما خیلی وقتا شبیه دوستاتون فکر نمی کنید ولی میپذیریدشون. یک وزنه سنگین ازدواج، توی ازدواج یک وزنه سنگین بخششو گذشته، درسته؟ یعنی روی وقتی که ازدواج، قبل از ازدواج شاید خیلی چیزا فرق بکنه برای دختر پسر، ولی وقتی وارد زندگی که میشن همونطور که شیدا جون گفت و میبینن که اونطور که فکر میکردن، اون رویایی که ساخته بودن یا اون شناختی که قبل از ازدواج از هم داشتن رو ندارن، اونجا دیگه این اتفاق افتاده و الان باید فکر بکنن که اینها توی اون مقطع زمان و توی اون شرایط باید چی کار کنن. و میخوام بدونم که این بخشش و گذشت چه نقشی میتونه داشته باشه. کتاب مقدس به ما میگه که خداوند به قومش میگه که قوم من از عدم شناخت من هلاک شدن. خداوند در ملاکی میگه من از طلاق به معنای شکستن عهد، باطل کردن عهد متنفرم. چرا اینو میگه فکر میکنید؟ خیلی زیباه. اون عهد رو من فکر می‌کنم خداوند بسته و انسان کتاب مقدس استوار با عهد خدا با انسان. درسته که ما عهد شریعت رو داریم، عهد اعمال رو داریم، ولی کلاً کتاب مقدس عهد خدا با انسان است.
یعنی دو نفر با خدا عهد می‌بندند در ازدواج، ولی میخوام بله. قبلترش برگردیم. چرا خدا میگه دو نفر عهدی که بینشون میبندن برای ازدواج در من، در حضور من نشکنن، باطلش نکنن؟ من از طلاق، یعنی جدا شدن این تن، ما در ازدواج صحبت کردیم که دو نفر در خداوند یک تن میشن، این رو جدا نکنه، چیزی که خدا پیوست انسان جدا نکنه. چرا؟ شکستن عهد است. چرا؟ چون ما خدامون خدای عهد هست. نجات بر پایه فیض مسیح، عهدی که خدا با انسان بست، وعده‌ای که در 3:15 پیدایش خدا به حوا داد. اونجا ما نمی‌بینیم که حوا و آدم به خدا بگن باشه ما مطیع میمونیم. نه، عهدی که یک طرفه بود، بر پایه فیض و محبت بود، عهدی که خدا با انسان بست و خدا با انسان عهدش استوار موند، که ما الان هممون نجات داریم. عزیزانی که در کلیسا تولد تازه دارن، در مسیح نجات یافتن به خاطر اون عهدی که خدا با انسان بست. حالا میایم نقطه آخر در مورد بروز مشکلات زناشویی در کلیسا، به نظر من طلاق نیست. ما داریم مثل نرم رو داریم میگیم، ما مشکلات رو نمیگیم. اون چیزی که بهتون گفتم در مورد با اولا کتاب مقدس که داره در مورد با زنا، که این کلمه زنا میتونه به فساد اخلاقی هم اشاره بکنه، منظور فقط رابطه جنسی برقرار کردن نیست، فساد اخلاقی. منظور من از فساد اخلاقی همونجوری که کلام میگه چند بار گناهان شخص نیست. فساد اخلاقی یک رویه زندگیه. یک نفر میبینه که در زندگی زناشویش فساد اخلاقی داره، یک رویه زندگی فاسدی داره، این کتاب مقدس میگه این باطل میکنه، اون عهد رو باطل میکنه. این زنا خیلی جالبه، در عهد عتیق دائما خدا به قوم بنی اسرائیل میگه شما نسبت به من زنا کردین، شما زناکار هستین. مثلا تصور بکن که حالا من یه مثال میزنم، من یه کسی هستم که دارم به عنوان آنا رو در نظر بگیریم، یه به زیبایی آنا جون یا آقای خوشتیپ، من دارم با ایشون ازدواج میکنم. خب مثلا شما به ما هم گوش بدید که یادتون نره. مثلا اول به حرفای شما گوش میدیم بعد میخوریم چایی را. چطور؟ بله، خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. آره ولی نشینی که یادتون بره. مثلا آنا جون دوست داره که این انگشتر رو دستش بکنه و من دوست دارم این انگشتر رو دستم بکنم. ما با هم ازدواج کردیم زیر یه سقفیم. من به آنشون میگم من دوست ندارم تو این انگشتر رو دستت کنی. و اون به من میگه منم دوست ندارم تو این انگشتر رو دستت کنی. آروم آروم این اختلاف کوچیک میشه بزرگ و ما نمیتونیم کنار هم زندگی کنیم. ولی اگر بگم که من دوست ندارم ولی من احترام میذارم تو این رو دوست داری، چه اتفاقی میفته؟ همه چیز اتفاقا قشنگتر پیش میره. یعنی اینکه با وجود اینکه من علاقه ندارم ولی به خاطر عشقی که به تو دارم و به خاطر احترامی که نسبت به تو دارم من تو رو میپذیرم. و ما باید یاد بگیریم توی ارتباطاتمون به خاطر اینکه به طلاق نرسیم، در واقع ارتباط رو گاهی مثل گردگیری تمیزش بکنیم. من همیشه یه مثال میزنم، میگم که هر هفته مثلا برای کسی که ایران زندگی میکنن جمعه ها، یا برای کسی که خارج از کشور هستن یک شنبه ها، یه قرارداد، یه اگریمنت عاشقانه تهیه کردم و همیشه دارم و بهشون میدم. چه کار میکنن؟ هر دو فرد به خودشون زمان میدن هر هفته زمانی رو با هم بگذرونن، حتی اگه فرزند دارن، حتی اگه فرزند دارن یک زمانی هر دوتاشون باید با هم تنها باشن. میتونن برن پارک، میتونن توی خونه باشن، بچه ها نباشن، یعنی یک زمان مشخص زوجین با هم میگذرونن. توی اون قرارداد عاشقانه که هر هفته تکرار میشه به هم یادآوری میکنن با وجود تمام تفاوتهایی که داریم من تو رو دوست دارم و طرف مقابل میگه من هم تو رو دوست دارم، با وجود تمام اختلافهایی که داریم من حاضرم با تو بشینم و این مشکلات رو حل کنم. منم حاضرم عزیزم. ببین چه زود خوبی انتخاب کردم. دقیقا. ببینید در واقع این قرارداد به ما کمک میکنه که یادمون بیاد، یه زنگه که ما کنار همیم، وجود همدیگر رو قدر بدونیم. برای خدا ازدواج خیلی مهمه، از اون برم از طلاق متنفره. ولی
این مشکل و معضلی هست که قوم خدا چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید باهاش دست و پنجه نرم میکنن. من الان دیدم متاسفانه خیلی از عزیزان خودشون با هم ازدواج میکنن، خودشون با هم طلاق میگیرن در داخل کلیسا، بدون اینکه شبان بدونه، بدون اینکه کلیسا بدونه. بعد یه دفعه طلاق عاطفی میگیرن. من مثلا اینجوری میمونم که برای خودتون میبرین، برای خودتون میدوزین، چیکار میکنین، برای خودتون تفسیر میکنین. ولی چیزی که من دارم میگم با قاعده عهد جدید هست. اسماعیل جان الان از طلاق عاطفی صحبت کردین، اتفاقا توی ذهنم بود که همین ازتون بپرسم، قبل از اینکه طلاق اتفاق بیفته، یعنی اون طلاقی که ثبت بشه و زوج به طور واقعی از هم جدا بشن و دیگه همدیگر رو نبینن و طلاق بگیرن، یه طلاق عاطفی اتفاق میفته همونطور که شما هم گفتین، که الان اصلا انگار مد شده توی جوانها، مخصوصا زوجهای جوان یا حتی زوجهایی که چندین سال ما همدیگه ازدواج کردن و اون دوران خوشی رو گذروندن، بچه دارن، بچه هاشون بزرگ شدن، دچار این طلاق عاطفی میشن. میگم کتاب مقدس نظرش در این مورد چیه و اینکه چیکار کنیم که ما جلوی این طلاق عاطفی رو بگیریم توی زوجین از طریق راهنمایی که کلاممون میکنه که به اون طلاق واقعی نرسیم. اصلا گفتم عهد عتیق و عهد جدید عیسی به یهودیان میگه، میگه این رو اشعیا میگه، ارمیا میگه قوم من از عدم شناخت من هلاک شدن. به نظر من مسئله ازدواج، تمام مسائل ما در کتاب مقدس یک ایماندار خیلی وابسته است به ارتباطش با خداوند. تجربه شبانی من توی 12 سال من دیدم، در این 12 سال افرادی که به مشکلات میخورن که آخرین نقطه رو طلاق میبینن، ما بعد از چندین جلسه مشاوره شبانی باهاشون به این برمیخوریم که طرف تو ارتباطش با خدا مشکل داره. افراد با گناهانی دست و پنجه نرم میکنن، چه ثمرات جسم، گناهان اعمالی بیرونی، درونی، فکری، اینها هست. اونجاست اگه افراد بخوان، میونه حرفتون، اگه افراد بخوان که توبه کنن زندگیشون برکت میابه. من خودم تو این 12 سال شاهد این بودم، افراد تا مرز طلاق رفتن و به مسیح ایمان نداشتن، وقتی بشارت رو شنیدن نه تنها از طلاق صرف نظر کردن، بلکه خداوند به زندگی اونها برکت داد و اونها رو مبارک کرد. یه جایی خوندم که یک زوجی سالها با هم بحث میکردن، سر چی؟ سر اینکه آقای به خانمه میگفته تو میخوابی خوروپف میکنی، اون میگفته نه تو خوروپف میکنی. یه شب این آقا تصمیم میگیره، میگه خب من یه کاری میکنم، من الان دستگاه ضبط و رکوردر رو میذارم، صدای این خانم رو ضبط میکنم و فردا بهش نشون میدم، پول میدم جفتشون خوروپف میکنم. شاید چه اتفاقی میفته وقتی که صدا رو ضبط میکنه و صبح با اشتیاق بلند میشه که ببین من بردم، من میخوام بگم تو خور رو پف میکنه، هرچی خانومش رو صدا میکنه میبینه بیدار نمیشه و خانوم توی خواب از دنیا رفته بوده. میخوام بهتون بگم زندگی ها همینه، گاهی ما تلاش میکنیم انتقام بگیریم، به هم بگیم تو اشتباه میکنی، تو مقصری، ولی نمیدونیم که آیا یک روز دیگه یا یک ساعت دیگه اصلا طرف مقابل هست کنار ما یا نه. پس این تعریف ها خیلی مهمه. ما نمیتونیم یک دفعه نسبت به مسائل فرهنگی، نسبت به مسائل فردی این حکم طلاق و ازدواج رو اینا رو بدیم. یه شروع، کتاب مقدس برای هر چیزی یه شروعی داره. طلاقی که یهودی ها ازش استفاده میکنن در مورد با عهد عتیق بود و عیسی براشون باز میکنه که موسی اون مجوز رو داد برای سنگدلی شما، خدا از طلاق خوشش نمیاد، ولی خود عیسی فرمانی رو میده، میگه که طلاق فقط در صورت اون زنا، عمل زنا، عمل جنسی که خارج از چارچوب ازدواج باشه، یعنی خیانت زوجین به هم دیگه، و اون کلمه زنا در دستور زبان یونانی به فساد اخلاقی هم اشاره میکنه، میتونه صورت بگیره. اصلا طلاق نمیتونه مفید باشه؟ چرا؟ خیلی وقتا هست، خیلی وقتا من خودم پیشنهاد میدم با آدم ها که طلاق بگیرید، به خاطر اینکه اتفاقا وقتی که داستان یه بچه این وسط هست، میدونین خیلی وقتا بودن و در واقع هر روز زنده به گور شدن و هر روز نفسهای آخر رو کشیدن خیلی زجرآورتر از یک اتفاق یک بار است. میدونی وقتی یک بچه هر روز دعوا ببینه، هر روز کتک زدن ببینه، اون ذهن پژمرده میشه.
میدونید در واقع شما دارید اون بچه رم قتل عام میکنید، شما دارید اون بچه رم هر روز میکشید. پس یه جوونی که الان میخواد ازدواج بکنه فقط به این فکر نکنه که من دارم میرم ازدواج میکنم و بچه دار میشم تمام. مسئولیت بپذیره، مسئولیت احساس یک فرد، مسئولیت احساس خودش و در عین حال پذیرش دو نفر به صورت یک واحد کامل. ولی اینکه شما گفتیم بچه ها، من دوست دارم اینجا یه چیزی رو ذکر کنم که بعد از بچه دار شدن متاسفانه یه مقدار فراموشی اتفاق میفته بین زوجین. مثلا مادر عشقش خب مسلماً به بچه خیلی زیاده، ولی پدر رو فراموش میکنه یا برعکس، و در واقع این وسط یه مانع اتفاق میفته که این دوتا نمیتونن به هم نزدیک بشن. شاید دیده باشید که پدر مادر وقتی بچه دار میشن بچه رو میذارن وسطشون بخوابن. دقت کردید؟ آره. خب دقیقاً این یک سمبول و نشانه یک فاصله است، ولی در این حال کسایی هستن که بچه رو میذارن یک طرف. اشتباه خیلی ها بعضی ها اینه که میگن مسیحی ها به زور کنار هم میمونن چون حکم طلاقشون مقدار سخته، خیلی از ادیان راحت نیستش که میگن مسیحی ها به زور کنار هم دیگه میمونن تا اون قضیه پیش نره. به زور نگه داشتن این کلمه خیلی کلمه خوبی نیست به نظر من. من خیلی دوست دارم اینو شما باز کنین چون میدونم سوال خیلی ها هستش. خیلی دوست دارم شما قشنگ بهشون بگین که این قضیه از چه قراره، در چه زمانی راحت میتونن زندگی کنن، با چه شرایطی میتونن راحت زندگی کنن. ما مشکلمون اینه که ما زندگی کردن و بعضی موقعا بلد نیستیم، ما اشتباه زندگی میکنیم و به طلاق هم که میخوایم بگیریم میایم سر کتاب مقدس. ما زندگیمون با کتاب مقدس مشورت نمیکنیم. خیلی مهمه، به نکته خیلی قابل توجه اشاره کردی. گفتم کسانی که فقط در کلیسا شنونده یا بیننده هستن دقیقا. وقتی میرن به مشکل بر میخورن با کوله باری از مشکل میان پلوی شبان و فکر میکنن با یک جلسه با دو جلسه اون مشکلات کاملا باید محو بشه یا باید یه حکمی داده بشه که این به اون درجه آرامش برسه، ولی اینطور نیست. مشاوره شبانی، خدمات شبانی، خدمات مشاوره کاری یکی دو جلسه نیست. دقیقاً. صبر توش میطلبه، فروتنی توش میطلبه، قضایا کاملا باید باز بشه و بعد افرادی که از کلام تغذیه نشدن، ایمانشون یک ایمان درست نبوده، انتخابهاشون، ازدواج همونجوری که ما تو برنامه‌های روانشناسی داشتیم انتخاب و یک انتخاب درست هست، انتخابی که با مشورت صورت میگیره، با این حال باز براش راه هست. من منکر این نمیشم، به این واقعا ایمان دارم. اشخاص با هر نوع درجه مشکل حتی در ورطه طلاق وقتی در کلیسا میان و مشورت میگیرن، حتی میان در ورطه طلاق مشورت میگیرن، خداوند قادره که زندگیاشون رو تبدیل کنه. حالا ما اون کیس های خاص رو، اون یه مبحث دیگه است که برنامه وقت نمیده که حالا اگه یک فرد مسیحی معتاد شد، اگه یک فرد مسیحی قتل کرد زندان رفت، اگه یک فرد مسیحی زوجش رو ول کرد و رفت 2 سال، 3 سال، 20 سال، حکم چیه؟ اینها جای صحبت داره، در این برنامه با این وقت نمیشه در موردش صحبت کرد، ولی در مورد با طلاق این هست. وقتی طلاق اتفاق میفته باز یه چیزه، یه فاکتورهای مهم میاد وسط. یکی اینکه زوجین اصلا نباید بچه رو دخالت بدن، ولی این اتفاق داره میفته. مثل یارکشی شده، تو بیا طرف من، تو بیا طرف من. میدونین چقدر حس بدی برای اون بچه، در واقع شما اون بچه رو قربانی قرار دادید، این بچه گمراه در آینده تاثیر میذاره روش. من حتی میگم که اگر کسایی طلاق گرفتن به اون شخصیت احترام بذارن چون بچه دارن، بگن که تو هر زمان که میخوای میتونی پدرتو ببینی یا میتونی مادرتو ببینی، من مادرتو دوست داشتم ولی ما نمیتونستیم کنار هم زندگی کنیم، یا برعکس به خاطر یه سری تفاوت‌هایی که داشتیم، و سعی کنن رابطه دوستانه رو داشته باشن به خاطر بچه‌شون. من اتفاقا امروز خیلی خوب بود که اینجا شرکت کردم. چرا؟ چون همیشه برای من و در دوستای خودم سوال بود. من الان چیزی که از صحبت‌های شما متوجه شدم اینه که من اگر تو همه زمینه‌هام، چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواجم، کتاب مطالعه کنم، ازش درس بگیرم، اون تو زندگیم استفاده کنم، به اون درجه اصلا نمیرسم که بخوام طلاق بگیرم. حتی اگه به اون درجه هم برسم باز کتاب میتونه به من کمک کنه. صد درصد. وقتی من در هیچ زمینه ای مشورت نمیکنم، میگم این حکم من قبول ندارم،
این چی میگن؟ من نیومدم قبلش اینه که یه معلم یا درس میده من گوش نکنم مثلا جلسه میتونم بگم من این برگر رو نمیخوام چون من برگر قبول ندارم. دقیقا این اتفاق میافته. کتاب مقدس همش محبت و فیضه. کسی که محبت و فیضش به خدا نزدیک باشه مطمئنن اگر دوچار مشکل هم باشه با خوندن کتاب مقدس با ایمان بیشتر میتونه اونا رو فراموش کنه و دو نفر هر چند هم مشکل داشته باشن میتونن دوباره رجوع کنن به همدیگه و با همدیگه زندگی خوبی داشته باشن. مثلا یه نکته میخوام بگم، شما میدونین که در آمریکا، کانادا یا در اروپا اگه زوج دیگر رو تهدید بکنه خود دولت اون زوج رو از هم مثلا جدا میکنه. خب اونجا کلیسا باید چیکار باید بکنه؟ دقیقاً زوجی تهدید جانی دارم میگم با چاقو، ضرب و شتم، خشونت های زیاد ها؟ بله. باز هم میتونه کلیسا، شبان، کشیش کلیسای محلی دخالت کنه با اون مشاوره بده کمک کنه که این زندگی به هم برگرده. ولی وقتی که اون طرف دیگه به قول معروف مشکلات مثلا روی روانی داره، اشخاصی هستن، مسیحیانی هستن که مشکلات روی روانی دارن و نمیخوان درمان بشن، اینا کیس‌های خاصه، گفتم کیس‌های خاصه در زمان‌ها و مکان‌های خاصه. به طور نرمال من میتونم اینو بگم، به طور نرمال ما داریم از آدم‌های نرمال استفاده می‌کنیم. به طور نرمال کتاب مقدس مجوز طلاق رو به جز علت زنا که میتونه معنی فساد اخلاقی رو بده برای قومش، برای شخصی که ازدواجش یعنی شروع زندگیش در کلیسا به واسطه یک کشیش در خداوند عیسی مسیح انجام شده مجوز نمیده. دو نفر اون دردا و اون بحث و جدلایی رو که داشتن مثل موضوعی که ما امروز داشتیم فراموش نمی‌کنن و اینو با خودشون هم می‌کنن و متاسفانه بعد از طلاق دوباره اون تنش ها وجود داره. بله. منتها شکلش عوض میشه. اینجا چی کار باید بکنیم؟ اینجا چه کار میتونیم بکنیم؟ ببین وقتی که طلاق اتفاق میفته در واقع یک مرحله از زندگی استاپ میشه، متوقف میشه. مسلما یک دوره، باز دوباره میگم، یک دوره سوگواری ما نیاز داریم که غمگین باشیم. به هر حال با یک آدم زندگی کردیم. شما اگر یه آیپد داشته باشین و بعد از 10 سال این آیپد رو از دست بدید همیشه میگید یک آیپد داشتم. میدونی؟ حتی یه چیز کوچیک هم همیشه فکر میکنید یه چیزی، یا اصلا جای خالیش رو حس میکنید. درسته؟ پس بعد از طلاق باید به خودمون زمان بدیم. دو تا ایماندار مسیحی همونطور که شما گفتین ازدواج درسته کتاب مقدسی دارن، یکی از زوجین خطا میکنه به زوجش به همون علت زنا، پیشنهاد شما و میخوام از دید کتاب مقدسی اینو بدونم، شما چه پیشنهادی به اون زوج میدی که زوجش این خطا رو کرده؟ کتاب مقدس عیسی مسیح ما رو تشویق میکنه که اگه میتونیم ببخشیم. افراد با هم از نظر شخصیتی ایمانی با هم فرق میکنن. یک پیامی که همیشه باش متاسفانه درگیر بودیم، نه تنها خانواده خودم، شاید خانواده های دیگه هم که در کنار ما حضور داشتن در اطراف ما با این مشکلات روبرو بودن. من اول پیشنهاد میکنم به اونایی که قصد ازدواج دارن که اول تا بر ازدواج آماده نشدین ازدواج نکنین، همه کمبوتی هایی که دارین او را برابر کنین و بعد وقتی که ازدواج میکنین خواهش میکنم لطفاً فشار بیشتر بالای فرزندانتان نبرین وقتی فرزنددار میشین، چونی نه تنها ازی که باعث طلاق میشه، باعث ازی میشه که هم فرزندتان آسیب ببینه و در آینده نه تنها از چیزی که توقع دارین توقعتون رو برآورده کنه و همی میشه که شما درست زندگی نکنین و از زندگیتون لذت ببرین. پس خواهش میکنم هر وقت که فکر میکنین آماده شدین که وارد یک زندگی جدید شین، اون وقت تصمیم به ازدواج بگیرین. در واقع یه جوری گواهی نامه بلوغ فکری و آمادگی رو بگیرید و بعد وارد مدرسه بشید. پیشنهاد من مونده. من پیشنهاد میکنم که از همی که توقع نداشته باشم. یعنی همونطور که شما گفتین منم احساس میکنم که کنار هم قرار گرفتن که به هم آرامش بدن، شادتر بشن، نه اینکه بار اینجور فکر کنن که الان قراره بار مسئولیت بکشن. دقیقاً قراره زندگیشون قشنگتر بشه، از هم دیگه توقع نداشته باشن و اوایل هم همه چیز رو با احساسات پیش نبرن. دقیقاً بعدن منطقی بشن. دقیقاً خیلی بهتون کمک کنه. خب بچه سوال خیلی زیاده ولی وقت ما کمه. خیلی بحث جالب بود، خیلی استفاده کردی.
بله. حداقل دیدیم که میشه آدم بگذره. به نظر من اگر حتی اون زنایی را هم که خدا توی کتاب مقدس گفته، بعضیا با محبتشون با گذشتشون حتی میتونن از اونم پیش چشم‌پوشی بکنن و بگذرن، باعث بشه که اون طرف از اون گناه بیرون بیاد. بله. و کمک کنه به زوجش و دستش رو بگیره که دیگه اون طرف حتی فکر این کار هم نکنه. بله، حیف که ما زمان چون نداریم. بله، بله. درست. آره، خیلی جالب بود. خیلی هنوز سوال زیاده و وقت کمه. قیصر آره. عزیز میدونی که وقت کمه و من بله. زیاد پرسیدم، دفعه وقت نکرد اونو تلافی کرد. در صورت من هم دیدم هر دو مشتاق صحبت کردن، این گفتم من گوش بدم این بار، ولی استفاده کردم. خواهش میکنم. خب خیلی استفاده کردیم، مرسی. و دیگه متاسفانه وقتمون داره تموم میشه و باید بریم با بیننده های خوبمون خدافظی کنیم. پس من میرم، شما میتونید ادامه بدید. آره، بگر چای پیدا کنم. چایی رم آماده نساختی رفتی. آره. عجب مهمونم. آره بیرم. مکالمه رو دیدی، همین الان یاد دادم. من همین الان گفتم مکالمه با عشق. من میرم تو بگر چای اینجا پیدا کنم. صاحب خونه باش. مرسی بچه ها. برم بچه ها. خیلی از شما برکت گرفتیم. از شما همیشه. بچه ها متاسفانه وقت برنامه‌مون داره تموم میشه. اون طرف بحث خیلی داغ بود، دوست داشتم بیام اینور ببینم چی میگید، بحثتون چیه، سوالا چیه. خیلی سوال دارم که میخوام بپرسم. فرشا جان بریم با بچه ها خدافظی کنیم، بعد دوباره برمیگردیم. شما باشید، ما برمیگردیم ببینیم که این طرف چی بوده قضیه. خب برنامه امروز ما هم تموم شد. تا برنامه دیگه و دمنوش دیگه. بدرود. خدا نگهدار.